آیا می دانستید که خر کفتار را می کشد؟ شاید ندیده باشید که خر روبا را شکار کند. قطعا متوجه شده باشید که در سالهای اخیر تقریبا نفوس خر از منطقه جمع شدن و شایع شدن که چینی ها همه خرها را خریدن. تعداد خرها در جهان با کاهش بی سابقه ای روبرو شده که دلیل اصلی آن افزایش تقاضای آنها در کشور چین است. کاهش شدید تعداد الاغ‌ها در چین و تولید مثل محدود این حیوان باعث شده که متقاضیان در چین به دنبال تهیه این حیوان از کشورهای دیگر جهان باشند. در بسیاری از مناطق قیمت الاغ در چند سال اخیر دو برابر شده و رواج دزدی الاغ باعث شده که خانواده ها توانایی خریدن حیوان تازه را نداشته باشند. اما یک راز دیگر نیز در خرها نهفته است که بهتر از سگ عمل میکند و نگهبان خوب است. پس ادامه را با بوداپرس همراه باشید. هر سال حیوانات وحشی به مزارع حمله میکنند. دهقانان و کشاورزان سعی میکنند راههای مختلفی برای محافظت از مزرعه و دامهایشان پیدا کنند. اطراف مزرعه را حصار میکشند، تفنگ میخرند و ترسناک ترین سگها را تربیه میکنند، اما تمام تلاش هایشان به نتیجه میماند. اینجاست که به دنبال خر راه میفتند. پس قبل از این که خر چی میکند، چند ویدیویی از نبرد خر را تماشا کنیم. آنچه را در ویدیو میبینید، کفتار خر را اشتباهی گرفته و وارد قلمرو شده، ولی خر در برابرش قرار گرفت و چنان گوشمالی داد که دیگه هرگز این اشتباه را تکرار نکند. ایوه قد الله، ایوه 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 شما در ویدیو میبینید که کفتار سر و صدا میکند و شاید حتی تضرع کند که اشتباه کردم. هرگز این کار را تکرار نمیکنم، ولی خر بهانه گیر آورده و از گوش کفتار گرفته و رها کردنیش نیست تا اینکه خط بینی کشیده باشد. ای واسه ای واسه صحنه مشابه دیگر، خر نگهبانی می دهد، اما کفتار وارد مزرعه شد و خر از گوشش گرفت و باز هم چنان درس داد که کفتار شاید گفته باشد من ترک وطن می کنم و دیگه هرگز بر نمی گردم، فقط اعدامم نکن. در این کلیپ میبینید که خر روبا را شکار کرده و مثل گربه های بزرگ از گردنش گرفته آورده. یعنی خوب است که گوشتخوار نیست و اگر نه شاید به انسان هم حمله کند. اما در این صحنه میبینید که خر حتی دلش میخواهد که بر تمساح حمله کند، البته اگر تمساح تمایل داشته باشد. دورش میچرخد و خلاصه خیلی دوست دارد، ولی هم قدش نیست. قبلا گفتیم که خر کفتار و سگها را به حد میزند که حتی کشته شود، اما در این کلیپ نیز میبینید که خوگ را نیز از گوشش گرفته و گوشمالیش میدهد. فکر کنم این تاکتیک خاصش است که باید از گوشش بگیرد. به نظر می آید که خرها فقط در جنگ یک به یک خوب عمل می کنند. در طول جنگ جهانی اول یک خر حتی یک مدال افتخار دریافت کرد، چون به صاحبش کمک کرد زخمی ها را از میدان جنگ نجات بدهد و 300 نفر نجات پیدا کردند. فکر می کردید خرها از پس همچین کارهایی بر بیاید؟ شاید شجاعت در خونشان باشد.
البته در حال حاضر و در جنگ های آمریکا در افغانستان، خرها نقش اساسی در کمک رسانی و حمل سلاح‌های سنگین در کوهپایه‌ها را داشتند. خرها و اسبها و گورخرها از یک خانواده مشترکن. به نظر می آید در طول مسیر تکامل حیوانات باستانی به دویدن در فضای باز عادت کردند و پاهایشان بلندتر شد. در نهایت اسبها بزرگ جثه شدند، گورخرها راه راه دار شدند تا بتوانند خودشان را با محیط همرنگ کنند و خرها یک دنده شدند. البته این یک دنده بودن نیست، بلکه دوست ندارن خودشان را تغییر بدهد. خرها به آدمها کمتر وابستن، در نتیجه مجبور کردن آنها به انجام کاری که دوست ندارن یا چیزی که خطرناکن خیلی سخت است. با وجود این که خرها حداقل 5000 سال پیش اهلی شدن، ولی اینگار به نظر می رسد هیچ وقت متمدن نشدن. در حال حاضر حدود 40 میلیون خر در دنیا وجود دارد، یا شاید هم بیشتر باشد. دامداران تگزاس در سال 1988 به خاطر حیوانات شکارچی 9 میلیون دلار ضرر کرد. بعد از این ضررها استفاده از خرها باب شد. در آن زمان برای نجات دادن دامها از تله ها، آجر و چراغ استفاده می کردن، اما خرها ثابت کردند که خیلی موثرترن. سال بعد 1800 خر در مزارع تگزاس وجود داشت. اما این اتفاق چطور افتاد؟ خرها که نه باهوشن و نه مطمئنن و اصلا مثل سگها نگهبان نیستن، اما کشاورزا فایده خرها را می دانن. این حیوانات به ظاهر به آزار به صورت زادی از سگها و موجودات هم خانواده ایشان مثل کایوتی، روبا و گرگها متنفرن. خرها دوست ندارن این حیوانات را در قلم رویشان ببینن. در واقع این حیوانات را خطری برای دامها می داند. در نتیجه بلند عرعر می کنن که باعث جلب توجه کشاورز می شود. خر حیوان را دنبال می کند و حتی بعضی وقتها با پاهای جلویش لگدهای محکمی می زند. خرهای ماده بهتر نگهبانی میکنن. نرها بعضی وقتا زیاد خشین هستن. مثلا بعضی وقتا بچه گوسفندی که تازه به دنیا آمده را با یک حیوان مزاحم اشتباه میگیرن و با آنها آسیب میرساند. خرها بینایی و شنوایی خیلی قوی دارن. به علاوه صدایشان بلند است، سری و با سمشان لگدهای محکمی میزنن. دندانهای قوی دارن و خیلی آرام هستن. برخی مردم منطقه را با حصارهای برقی پرولتاژ محاصره می کنند که باعث می شه حیوانات شکارچی نتواند وارد شود. بعضی وقتا مردم تله می گذارند و سمهایی قرار می دهند که بلا فاصله حیوانات شکارچی را می کشد، اما خیلی ها هم از سگهای نگهبان استفاده می کنند. این سگها در مقابل حیوانات و غریبه ها از دام مراقبت می کنند و آنها را از یک جا به جای دیگه جا به جا می کنند. به علاوه دام هایی را که در مسیر گم شدنن را برمی گردانند و کارهای مفید دیگه ای انجام می دهند. اما اگر سگها آنقدر خوبن، پس چرا مردم از خر استفاده می کنند؟ خب دلیلش این است که خرها مزایای بیشتری دارند. خرها چند برابر بیشتر از سگها عمر می کنند و احتمال این که فرار کنند کم است. در ضمن قیمت خر کمتر از سگ است. خب در کل اگر دوستداری حیوانات هستید، خرها بهترین گزینه هستند، چون حیوانات شکارچی را نمی کشند بلکه فقط می ترساند و یا اینکه کمی کتکش می زنند تا اشتباهش را تکرار نکند. حالا اگر شما تجربه‌ای در این مورد دارید در کامنت بنویسید. تا ویدیوی بعد، بدرود.